آموزش نرم افزار سینما 4D. در این بخش آموزشی می خواهیم شما رو با منوی هلپ آشنا کنیم که چطور از منوی هلپ استفاده مختلفی بکنید تا بتونید هرچه بیشتر به نرم افزار سینما 4D مسلط بشید. روی منوی هلپ کلیک می کنیم و روی گزینه شو هلپ کلیک می کنیم تا پنجره مربوط به هلپ نرم افزار سینما 4D باز بشه. موضوع مهمی که در مورد استفاده از هلپ وجود داره اینه که شما حتما باید به اینترنت متصل بوده باشید. در اینجا چندین دستبندی برای راهنمایی شما وجود داره که در بخش آموزش میتونید آموزش مختلفی رو ببینید که در اینجا هم رفرنس های مختلفی وجود داره که شما میتونید بنا به نیاز از هر کدوم از اونها استفاده کنید که به صورت درختی در اینجا قرار گرفته. خب برای مثال من میخوام که از یکی از آموزش ها استفاده کنم، مثلا سینما 4D استودیو رو میخوام در موردش بیشتر بدونم و از یکی از رفرنس ها در مورد نرم افزار سینما 4D، اینکه نرم افزار سینما 4D پرایم مثلا چی هستش و چه زیر مجموعه شامل میشه رو در اینجا میتونم مشاهده کنم و در مورد اون بخونم. شما اگر هم به زبان تسلط کافی ندارین، به راحتی میتونید با کپی کردن این مطالب و استفاده از گوگل ترنسلیت به خوبی این مطالب رو به فارسی برگردونی و از اونها استفاده کنید. ولی از اونجا که یک راهنمایی خیلی ساده و کاملی رو داره، شما به راحتی میتونید حتی بدون ترجمه کردن هم متوجه بشین که در اینجا چی نوشته شده. خب همونطور که میبینید در اینجا تصاویر رو نشون داده که با اعداد گفته این تصویر مال چی هست، این منو چی کار میکنه و به همین ترتیب ادامه داده، منوها رو توضیح داده و ابزارها رو توضیح داده و هر کدوم از ابزارها اینکه چی کار میکنن رو میتونید در اینجا ببینید که به عنوان مثال این فلش که در این آموزش باهاش آشنایی کامل داشتیم چی هسته. شما میتونید به راحتی حتی تصویر رو به این صورت بزرگ کنید، یعنی به این صورت بکشیم به داخل نرم افزار سینما 4D تا بزرگتر بشه و بتونیم بهتر ببینیم. و همین ترتیب میتونید از این بخش استفاده کنید، خیلی راحت و کاربردی هستش. پیشنهاد میکنم که حتما برای تسلط بیشتر و بهتر از هلپ نرم افزار سینما 4D استفاده کنید. گزینه بعدی، همینطور میتونید از بخش شو تیوتوریال به آموزش های دیگه ای دسترسی داشته باشین که در واقع گزینه هایی که هلپ قبلی در اختیار میذاشت رو در اینجا هم در اختیار داری، منتها خیلی کامل تر با دابل کلیک کردن روی اینجا میتونی این آموزش ها رو خیلی بهتر ببینی که چه کارهایی رو با استفاده از نرم افزار سینما 4D میتونین انجام بدین. به این صورت همونطور که مشاهده میکنین کاملا در دسترس شماست. همچنین اگر نیاز بود که نرم افزار خودتون رو چک کنین که آیا آپدیتی براش وجود داره و یا نه، میتونین روی چک فور آپدیت کلیک کنین تا پنجره بررسی آپدیت نرم افزار شروع بشه. بعد از اینکه آپدیت رو بررسی کرد، اگر آپدیتی وجود داشته باشه اون رو به شما اطلاع میده و اجازه میده که در صورت نیاز، اگر نیاز داشتین نرم افزار آپدیت کنین، اگر نه خب میتونین پنجره رو ببندین. بعد از اتمام چک کردن وضعیت آپدیت، اگر آپدیتی وجود داشته باشه در اینجا قرار میده، اگر هم نه که فعلا نداره چیزی نمایش نمیده. ولی وقتی آپدیت رو در اینجا نمایش داد، شما میتونید با زدن کلید کانتینیو که در اینجا فعلا کم رنگ هست چون آپدیت وجود نداره، آپدیت رو دریافت کنید. همچنین اگر خواستین در مورد نرم افزار و ورژنی که در حال استفاده اون هستین بیشتر بدونین، که در خیلی از مواقع ممکنه نیاز باشه در زمانی که بخواید با نرم افزارهای مختلفی دیگه مثل 3D Max، مایا و یا حتی افتر افکت تبادل مدل و در واقع سیستم کاری رو داشته باشین، شاید لازم باشه بدونین که دقیقاً ورژن و سیستم نرم افزاری که استفاده کردین چی بوده. بنابراین از منوی هلپ میتونین روی About کلیک کنین و به این صورت اطلاعات کافی در مورد نرم افزاری که در حال حاضر در حال استفاده از اون هستین رو به شما میده، که به عنوان مثال سینما 4D R18-057 هستش، بیلد نامبرش اینه و در این تاریخ ساخته شده و توسط این شرکت. خب به این راحتی شما میتونید اطلاعات کافی در مورد نرم افزار سینما 4D داشته باشید. بخش خیلی مهمی که وجود داره استفاده از هلپ هستش، که یعنی شما باید بتونید از مطالبش استفاده کنید، چون حالا نیاز نمیشه که شما بدونید ورژنش چیه و در چه تاریخی ساخته شده. بنابراین چیزی که شما رو به نرم افزار سینما 4D بیشتر مسلط میکنه استفاده از هلپ نرم افزار سینما 4D هستش تا بتونید هرچه بهتر به طراحی‌ها بپردازید. توصیه میکنم حتما از هلپ نرم افزار سینما 4D به خوبی استفاده کنید. همچنین در بخش مانوال اینستالیشن شما میتونید به صورت دستی به نصب نرم افزار سینما 4D بپردازید و در صورتی که نیاز به فعال سازی بود میتونید از بخش رجیستر آنلاین استفاده کنید که نرم افزار رو فعال کنید. این در صورتیه که
از اونجا که در ایران ما از نرم افزار کرک شده استفاده می کنیم، در صورتی که نرم افزار شما کرک نشه و نتونید اون رو کرک کنید، بنابراین برای فعالسازی نرم افزار میتونید با کلیک کردن روی رجیستر آنلاین وبسایت مربوطه هدایت بشیم، به این صورت که روی رجیستر آنلاین کلیک میکنید تا مرورگر باز بشه و به وبسایت خود نرم افزار سینما 4D هدایت میشین تا رجیستر اون رو در اینجا دریافت کنید. به این صورت هلپ ابزار مناسبی رو در رابطه با ارتقای کاری و یادگیری شما در اختیارتون قرار میده.